همبستگی حقوق دانان. با درود فراوان حضور بینندگان گرامی و ارجمند ده به برنامه همبستگی حقوق دانان خوش آمدید من سیروس مشکی وکیل دادگستری در کالیفرنیا در خدمت شما هستم و هر هفته این برنامه رو با حضور تنی چند از همکاران ارجمند و گرانقدر خودمون از وکلای درجه اول دادگستری در کالیفرنیا و در سایر نقاط دنیا خدمت شما ارائه میکنیم همونطور که میدونید این برنامه جنبه تجاری و تبلیغاتی نداره و ما سعی میکنیم در راستای اهداف تلویزیون آینه و بنیاد آینه یک خدمت اجتماعی و عمومی رو به شما ارائه بکنیم و در این راه خوشوقتم که به اطلاعتون برسونم ظرف چند سالی که از شروع این برنامه گذشته تنی چند از بهترین ورزیده ترین و مبرسترین وکلای دادگستری با ما همکاری داشتند دوستان عزیزی که مایلند در زمینه مسائل حقوقی و مهاجرتی و آنچه که در این برنامه مطرح میشه مطالب یا پرسش رو مطرح بفرمایند همواره میتونن با ایمیل تلویزیون آینه یا شماره تلفنی که بر صفحه تلویزیونتون نقش بسته تماس بگیرید و ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهیم بود این برنامه هر هفته پنج شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا از این تلویزیون پخش میشه و در روزها و ساعات دیگر هم معمولا بازپخش اون در اختیار شما هست در آرشیو برنامه های تلویزیون آینه هم همواره میتونید برنامه های گذشته رو ملاحظه بفرمایید در برنامه امروز ما خوشبختم که سرکا خانم حنا روح بخش وکیل مبرز دادگستری کالیفرنیا در خدمتشون هستیم خیلی ممنون هستم دو سه تن از دوستان دیگری که معمولا در این برنامه با ما همکاری میکنند امروز به دلایل گرفتاری های دادگاهی نتونستن هنوز به ما ملحق بشن امیدواریم که تا پایان برنامه کارشون انجام بشه و از حضورشون مستفیز بشیم خانم روح بخش میدونم که شما در زمینه مسائل مهاجرتی خیلی فعال هستید خیلی نام درخشانی دارید و با توجه به برنامه هایی که در اینستاگرام و سایر رسانه های همگانی پخش میکنید خدمات عمده ای رو به همیهنان هم ارائه کردید آیا میخواید در این زمینه شروع کنید یه مطلبی را یا آخرین خبری رو که دارید بفرمایید و بعد من هم یک نکاتی دارم در زمینه آخرین تحولات مسائل مربوط به پناهندگی در امریکا که خواهم گفت صد درصد مرسی از شما خوشحالم که در این برنامه حضور دارم مطابق برنامه های قبلی من سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز امیدوارم که اوقات خوش رو تا به این لحظه داشته باشین عمده مسائل مهاجرتی که ما این روزها باید سر و کار داریم در مورد عزیزانی هستش که به طور غیرقانونی از مرزهای جنوبی کشور امریکا وارد میشن همونطوری که میدونین یکی از خورده هایی که به دولت آقای بایدن گرفته میشه مسئله بحران مرزها هست به خاطر اون سیل جمعیت غیرقانونی که از مرزها وارد شدن و متاسفانه روش قربالگری مناسبی هم نبود برای اینکه بتونن متوجه بشن چه کسانی وارد میشن و یا اینکه بتونن این بحران رو مدیریت بکنن از شوربختی ما ایرانی ها اینکه متاسفانه در این گروه افرادی که به طور غیرقانونی وارد میشن یک گروه گسترده ای از هموطنان ایرانی وارد شدن این عزیزان میگم چون بحران مرزی وجود داره و خیلی زندان های مرزی قابلیت این رو نداره که بتونه این افراد رو برای طولانی مدت در زندان ها نگه داره فقط یک اسکرین ساده میشن بهشون وقت دادگاه داده میشه و وارد کشور امریکا میشن عمده افراد اینطوریان اما میدونین که خب واقعا خیلی از افراد هم از زندان های مرزی منتقل میشن به ایالت های مرکزی مثل لویزیانا مثل میزوری یا ایالت های دیگه که بتونن این افراد رو برای مدت طولانی تری نگه دارن به این خاطر که حالا یه رد فلگی به هر دلیلی رو این پرونده اومده متاسفانه این عزیزان یک مزیتی در مرز میتونن داشته باشن که اگر یک اپلیکیشن رو نصب کنن اپلیکیشن مربوط به مرز خود امریکا یعنی کاستم and Border Protection 1 CBP1 اگر نصبش بکنن میتونن یک مجوز ورود بگیرن و با داشتن این مجوز وروده خیلی مزایا بهشون میدن از جمله اینکه از بعد ورودشون به کشور امریکا میتونن اجازه کار داشته باشن و میتونن سوشال سکیوریتی بگیرن حالا قبل از اینکه اینو بفرمایید من لازمه یه توضیح برای بینندگان گرامی بدم که این cbp بی که از اگه اشتباه نکنم می سال 2023 شروع شد توسط یه دستورالعملی که کابینه آقای بایدن داد و گفتن چون این مرزهای جنوبی امریکا که از طریق امریکای جنوبی و به ویژه مکزیک مردم مرتب می آمدن من یادم در قدیم مثلا می گفتن که روزانه هزار نفر دستگیر میشن توسط ماموران مرزی و برگردونده میشن به مکزیک و ولی خب در مقابل هر هزار نفری که به طور متوسط هر روز دستگیر می شدن چندین هزار نفر وارد می شدن به صورت غیر قانونی این سی بی پی وان گفتند که به خاطر این است که کسایی که ویزا نمیتونن بگیرن یا به هر دلیلی دلشون میخواد بیاد به امریکا به جای اینکه بیان از مرز غیرقانونی وارد بشن یه تقاضایی بدن یه فرمی رو پر بکنن ما به اینها وقت میدیم که شما بیاین داخل مرز و موضوع پناهندگی یا دلایل پناهندگیتون رو به ما بگید و بنابراین در واقع یک نوع ویزای یا جانشین ویزا برای این آدمای بود که به ترتیب قانونی و به ترتیب دیگری نمیتونستن ویزای ورود رو دریافت بکنن مجوز ورود بود مجوز ورود بود که خب وارد امریکا بشین بعد مصاحبه بشین ببینن شما دلیلی برای پناهندگی دارید یا ندارید و اشکال کار این است که مثلا من الان آمار رو میدیدم کسانی که از طریق cbp بی وارد امریکا شدن سی و هشت هزار یعنی سی و هزار نفر اجازه گرفتن که بیان و در داخل امریکا پناهندگی خودشون رو مطرح کنن ولی در مقابل 765 هزار نفر هنوز منتظرن یعنی تقاضا کردن و خدا میدونه که چندین و چند سال طول بکشه تا بخوان به اینا اجازه بدن در نتیجه خیلی از هموطنان عزیز ما و خیلی از متقاضیان سی بی پی هم دیگه منتظر نشدن مدتی دیدن سه چهار ماه در امریکای جنوبی سرگردان بودن گفتن آقا ما بدون این وارد امریکا میشیم این بود که سیل واردین غیرقانونی یا مهاجرین غیرقانونی رشد کرد و به خاطر همین در همون سال 2023 گفتن کسایی که بدون این مجوز وارد میشن نمیتونن پناهندگی بگیرن پناهندگیشونو نمیدیم مگر در سه مورد استثنایی که عبارت است از اگر ثابت کنن که جونشون در خطره یا خطر تجاوز یا کشته شدن یا شکنجه در کشورشون داشتن یا فرض کنید که بیماری مهلکی دارن که باید بیان اینجا مالجه بشن یا اینکه جزء هیومن ترافیکینگ یا قاچاق انسان قربانی قاچاق انسان بودن غیر از این سه مورد دیگه ما پناهندگی نمیدیم درسته که خب منطقی هم نیست من الان مراجعه کننده ای دارم که اینها زن و شوهر هستن و سه تا فرزند مثلا سه ساله و پنج ساله و هفت ساله فرزند کوچکترین فرزند خانواده که از وقتی شروع میکنه صحبت کردن به خاطر اون بحران هایی که در سالهای یعنی همون سال اول به دنیا آمدنش داشته لکنت زبان داشته و اینو می بردن تحت درمان و لکنت زبانش برطرف میشه ولی تو این مسیر پرپیچ و خم که رد میشن تا برسن به مرز کشور امریکا دیگه بچه اصلا حرف نمی زده یعنی انقدر روش تاثیر روانی گذاشته بوده و حالا شما تصور کنید یه خانواده پنج نفری با سه تا بچه خردسال 60 روز پشت مرز منتظر میمونن تو مرزی که نه زبانش رو میشناسن نه فرهنگش رو میشناسن و من ازشون پرسیدم چرا شما این مزیت رو نگرفتین؟ گفت واقعا بیشتر از 60 روز اول توان مالی نداشتیم دوم ما با این زبان که انگلیسی نمیدونیم این اپلیکیشن که اصلا رو گوشی ما نصب نمیشه تا بخوایم حالا بیام خودمون رو وفق بدیم به این شرایط که بخوایم یادش بگیریم و اینا تقریبا ممکنه. غیر ممکنه که در اختیار صداگران یا قاچاقچیانی میافتن که هر چی دارن و ندارن از اینا میگیرن به امید اینکه بیاین ما براتون درست میکنیم و هیچ حسابی هم رو کارشون نیست و... همونطوری که من الان مراجع کننده ای دارم که اومد با محکمیت به من گفتش که من این مزیت رو گرفتم و اینم مجوزشه بعد من هر چقدر که تو سیستم مهاجرتی کشور امریکا میزدم چیزی ازش بالا نمیومد. اومد و مشخص شد که این بنده خدا یه مبلغ هنگفتی رو به این سوداگران داده و اونا بهش کاغذی دادن گفتن اینه برو بعد اومده داخل بعد رفته اداره مهاجرت امریکا و حرف من رو هم هر چه حدش میگفتم عزیز این اصلا تو سیستم وجود نداره باور نمیکرد من فرستادمش اداره مهاجرت اونجا بهش گفتن که واقعا همچین چیزی در این سیستم وجود نداره بله یک یک درد واقعا بزرگ برای اینکه اولا میدونید درد بزرگ جای دیگه است درست. که این هموطنان بیگناه ما از فرد ناچاری مجبورن خونه و زندگی خودشون رو رها کنن اون چه که در خانواده تحصیلات کار همه اینا خودشون رو به آب و آتیش بزنن متاسفاند. با بچه های کوچک با زن با پدر مادر پیر جوون را این راه سخت و این خندنان. راه سخت و بیان و بعدم غالبا دچار قاچاقچیایی میشن که هزارها دلار از اینا میگیرن حالا اگر برسوننشون به مرزای جوی ردشون کنیش خوششان وای به کسانی که و این بحران الان میدونید حالا غیر از اون دستورالعمل می 2023 مال پارسال چون الان فصل انتخابات رئیس جمهوری بله 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 و در اه مسا... اه مناظره ای که آقای ترامپ و آقای بایدن داشتن و بعد در تبلیغاتی ای که این کاندیداهای ریاست های جمهوری میکنن خیلی حمله کردن به کابینه آقای بایدن بله. دلیلش هم است که اینجا به سا زار ایمیگریشن گذاشتن یعنی خانم کملا هریس رو معمولیت داده بودن که معمول رسیدگی به اوضاع مرزای جنوبی آمریکا باشه و این که این مرزا باز شده، و همطور روزانه هزارها نفر غیر قانونی وارد میشن حمله بر این میکنن که سیاست غلط ایشون بوده درست. که این کار رو کرده و کار از اونجا خراب شد که در مبارزات انتخاباتی حمله شدید شد به دموکرات ها به خاطر این سیاست مرزهای باز و اف بی آی هم از اون طرف گزارش داد که ما آماری داریم که حداقل پنج هزار نفر کسانی که جزو لیست ممنوعه بودند اینطوری غیرقانونی وارد امریکا شدند و این میتونه خطرات خیلی عجیب و غریبی ایجاد بکنه به همین دلیل است که باز در تقریبا یکی دو ماه قبل در جولای 2024 کابینه آه، مستعصل آقای بایدن یه دستورالعمل جدید صادر کرد و در اینجا گفتن که در در واقع در ببخشید در جون 4 جون 2024 و گفتن که اون پناهنده هایی که میخوان بیان اگر که از طریق سی بی پی وان نیامده باشند ما بهشون نمیدیم و سختگیری میکنیم مگر اون استثنایی رو که خدمتتون عرض کردم و بعد به همون نسبت هم آی دکتر میدونین که این باز خوششانس ها کسایی هستن که راحت از این زندان های مرزی آزاد میشن ما تا در همین چند وقت چندین مورد شنیدیم از کسایی که هفت ماه، هشت ماه، یازده ماه تو این زندان های مهاجرتی موندن بدون اینکه اصلا بدونن پروندهشون داره به کدوم سمت میره و خب حالا خدا رو شکر ما تونستیم که به اکثر این عزیزان کمک کنیم و حالا هم بیاریمشون بیرون هم بهشون مزایای مهاجرتی بدیم ولی میگم باز از شوربختی هموطنان عزیز که باید این راه طولانی براشون طی بشه میدونید از آماری که هست از پنجم جون امسال مهم. یعنی از مثلا دو سه ماه قبل تا طبق آمار رسمی خود دولت امریکا 92 هزار نفر از این مهاجرین غیر قانونی رو اخراج کردن یعنی اینا رو میگن سامری دیپورتیشن بدون اینکه به دادگاه برن و اینا از همون مرز گفتن شما شرایطش ندارید و برگردوندن و اینایی که به, به این نحو اخراج میکنن معمولا بین پنج تا ده سال دیگه نمیپذیرن نمی و اینا ناچران یا باز به صورت غیر قانونی <تصفح> 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 یه فکر دیگه بکنن به حال مهاجرین بی... از بیش از 130 کشور دنیا که مجموعشون 92 هزار نفر است اخراج شدن البته میدونین ما قبلا هم راجع به این قضیه صحبت کردیم این خیلی جای تعجبه که چطور این همه افرادی که در صف کنسولگری هستند به مزایای مهاجرتیشون رسیدگی نمیشه یا حتی اگر شرایط مساعدی برای گرفتن ویزا دارن بهشون ویزا نمیدن ولی خب اون وقت دولت آقای بایدن واقعا مرزها رو باز گذاشتن و بدون اینکه بتونن اصلا قربالگری منظمی بکنن به افراد اجازه دادن که وارد بشن این بحرانی که اشاره میکنید اینقدر فراگیره که همینطور که اشاره کردین، این کسایی که به صورت قانونی میخوان اصلاً از طریق خواهر و برادر میخواد بیاد به امریکا گاهی وقتا تا 20 سال ممکنه در انتظار باشه برای بعضی از کشورها که از سهمیاشون خیلی استفاده کردن مثل مثلا هند و و اینها فیلیپین بعضی از راه‌های گرفتن گرین کارت ممکنه تا هفتاد سال طول بکشه یعنی اصلا غیر عملیه طرف برادرش براش تقاضا کرده وقتی سی سالش بوده الان صد سال بوده نه ولی بعد کسایی که غیر قانونی مرزاد وارد میشن اینجا و وقتی هم وارد میشن خیلی از اینها حالا خوشبختانه هموطنان ما یه خود تقیدی دارن به نظامات قانونی میان و سعی میکنن که وضع خودشون رو منطبق با موازین قانونی بکنن خیلی از اینایی که از کشورهای مختلف میان گم میشن بله دیگه هیچ وقتی اطلاعاتی بید... به همین که الان بیش از تخمین زده میشه بیش از 13 میلیون آدم غیرقانونی بدون هویت در امریکا هست و اینها خب میتونه به هر حال بالقوه خطر عجیب غریبی میزان جرم و جنایت چقدر ممکنه بره بالا بدون اینکه راهی باشه برای اینکه پیداشون کنن و یکی از متاسفانه چون سیاست عالم به اصطلاح به قول ایرانی ها میگن که سیاست پدر و مادر نداره درست. یکی از دلایل سیاسی این موضوع هم این مرزهای باز هم این است که الان چند سالی است که در امریکا شما اگر بخواید بدید رأی بدید مثلا برای رای جمهور یا سایر اوزایی که انتخابات هست و این حال طبق قانون باید سیتیزن امریکا باشید ولی در بیشتر ایالات امریکا قانون هایی که حق ندارند معمورینی که رای گیری میکنن در حوزای رای گیری مدرک مهاجرتی شما رو بخواند همین که شما کارت شناسایی آیدی کارت یا گواهینامه گواهی رانندگیتون رو نشون بدید اینا مجبورن شما رو برای رای دادن ببر حالا این مهاجرین این قانونی که خانم کامل هریس اجازه دادن بیان تو بلافاصله میرن به ویژه اونایی که با سی بی پی فان آمدن میرن و یه گواهینامه میگیرن و فردا اینا رو تشویق میکنن که خب شما مدیونید باید برید رای بدید یعنی این لزوم رای گرفتن از این عده یکی از عوامل پنهان و پشت پرده این بحرانیه که الان ما باش مواجه هست البته مشخص نیست به چه قیمتی آقای دکتر چون میدونین چقدر شکایت مطرح شد در همین سه سال و نیم دوره ریاست جمهوری آقای بایدن و دستیار شما خانم کامل هریس از وضعیت عقب افتادگی پرونده های مهاجرتی دلی. یعنی هر کدوم از این شکایت ها اگر بخواد حالا انقدر این تبل رسوایی صداش بلنده که اینا خودشون به محض اینکه شکایت رو دریافت میکنن میگن بیاین پشت یک میز بشینیم و با هم گفتگو کنیم و حلش کنیم اما اگر اجازه میدادن که واقعا این شکایت ها به نتیجه برسه و قاضی پرونده ها رای بده میدونین چه رسوایی علیه خودشون بود بلد. از میزان زیاد شکایت هایی که علیهشون به یک رای منتهی شده بله مثلا الان باز آمار خود دولت امریکاست که در جولای امسال بیش از 61325 نفر اخراج شدن از امریکا. در یک ماه در. معادل همین تعداد هم وارد شدن به امریکا یعنی واردی که هنوز اخراج نشدن 63000 نفر اخراج شدن شاید 200 نفر وارد, شدن. و خب این یه مقدارم یک به اصطلاح فقها تالی فاسد دیگرش یا نتیجه بد دیگرش این است که ورود این همه آدم از کشورهای جهان سوم و جای مختلف نژاد و ملت امریکا رو به قول خودشون دایلوت میکنه یعنی رقیق میکنه من. یعنی شما دیگه امروز من یه چیزی میشنیدم که در ایالت نوادا یه رادیو بود که این با اسب وحشی میان مسابقات امریکایی های سنتی و بعد خب چند هزار نفر جمع شده بودن که تماشا کنن این مسابقه رو اون برگزار کننده مسابقه پشت میکروفون گفت که کی از کالیفرنیا اینجا هست یه ده گفتن ما و هورا کردن اینا بعد برعکس بهشون گفت که به امریکا خوش آمدی. <تصحیح> این <که> از اینکه از کالیفورنیا کالیفرنیا باشه هیچکدوم <تصحیح> هیچ با امریکا امریکایی کالیفرنیا امریکا نیست برای <applause> که داستان دیگری است درسته از طرف دیگه در زیربنای همه این قصه ها و غم ها یه مقدار مسائل به اصطلاح جالب و شنیده یعنی هم اتفاق دارسته. میفته من مثلا دیدم یکی از موکلین ما میگفت که جوان بود میگفت من پدر و مادر پیرم آمده بودن با ما یا جدا همینطور قدم زدن داخل خاک امریکا شدن و بعد از یه هفته که اینجا بودن یادشون آمد که یه مدرک مهمی رو در خونه در ایران جا گذاشته بودن بله. که کسی دیگه نمیتونست بره اونو پیدا کنه سوار آور برگشتن ایران مدرک ورش هم دوباره قطع زد آره دیگه شد مسئله که پیش میاد شاید همیشه در امریکا مسئله مهاجرین غیر قانونی مطرح بوده ولی شاید هیچ وقت به این اندازه هاد نبوده لاقل. من که در ظرف تقریبا نزدیک پنجاه سال گذشته اینجا هستم همچین بحرانی رو شاهد واقعا دارد. همینطوره و بعد متاسفانه نیروی کارم انقدر وجود نداره که بتونه این افراد رو سر و سامان بده الان مثلا خیلی از دادگاه های مهاجرتی دیگه انقدر سرشون شلوغ شده که شما به محض اینکه مدارک اولیه رو میدی خودش یه ایمیل بهت میزنه میگه من دادگاه های اولیه رو برمیدارم مدارک شما کامله فقط چهار تا مدرک دیگر رو بفرست که من دیگه بذارم برای دادگاه نهایی به این خاطر که متاسفانه نیروی کار هم وجود نداره که بخواد این حجم از مهاجر رو بهشون رسیدگی بکنه در حال درد و قصه و مشکل زیاده ما برویم به یک تنفس کوتاه و بعد از چند دقیقه برمیگردیم در خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود من سیروس مشکی به همراه همکارم خانم حنا روح بخش در خدمت شما هستیم همبستگی یعنی تقدیم می کند. همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک. برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید. به اتفاق جهان می توان گرفت. خب بینندگان گرامی باز میگردیم به دنباله برنامه همبستگی حقوقدانان دانان همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون ارز کردم این برنامه هر هفته در روزهای پنجشنبه ساعت 11 به وقت جنوب کالیفرنیا از این کانال تلویزیونی به نظرتون میرسه البته بازپخش اون در ساعات و روزهای دیگه و همچنین در تلویزیون های اندیشه و پارس هم در اختیار شما هست این برنامه با همکاری و شرکت تنی چند از بهترین و زبده وکلای دادگستری امریکا خدمتون تهیه میشه جنبه تبلیغاتی و بازاریابی هم نداره و ما سعی میکنیم اطلاعاتی رو که به درد زندگی روزمره همیهنان گرامی میخوره از لازم مسائل حقوقی و مهاجرتی در اختیارتون بگذاریم در قسمت نخست برنامه امروز من با همکارم خانم حنا روح بخش وکیل برجسه دادگستری در زمین امور مهاجرتی و حقوقی صحبت کردیم راجع به تحولات اخیری که در باره مسئله مرزهای امریکا و ورود غیرقانونی ده ها هزار نفر از شاید 180 کشور دنیا که همه روزه به امریکا وارد شدن و مقرراتی که در یکی دو سال اخیر کابینه آقای بایدن سعی کرده بگذاره برای اینکه یک نوع کنترل بکنه یا یک نظم منطقی و عاقلانه بده به این و متاسفانه هیچ کدوم از کوشش هم که کردن تا کنون مصبر سمر نبوده و نتیجه ای به بار نیاورده و روز به روز هم این بحران شدیدتر و بدتر شده که در قسمت نخست نمونه هایش رو خدمتتون عرض کردیم همونطور که میدونید و بینندگان گرامی و وفادار ما شاهد بودن ما معمولا در این برنامه از حضور سه تن از همکاران عزیز من برخوردار بودیم که معمولا خانم هنا روح بخش هستن و خانم النا مبتاهی و خانم الهام شفا البته در بعضی از برنامه های دیگه همکاران دیگری هم به ما ملحق شدند که ازشون متشکر هستم امروز هم در قسمت نخست همونطور که در اول برنامه خدمتون عرض کردم فقط من و خانم روحبخش بودیم سایر دوستان خانم مبتاهی در دادگاه برنامه داشتند و قول داده بودند که اگر دادگاهشون زود تموم بشه به ما بپیوستن خوشبختانه این وعده تحقق پیدا کرد و در موقعی که ما رفتیم برای تنفس خانم مبتایی پیوستن به ما وکیل برجسه و پرسابقه دادگستری در جنوب کالیفرنیا خیلی خوش آمدید خیلی ممنونم قدمتون مبارک ما برای اطلاع شما عرض کنم و برای اطلاع بینندگانی که حالا به ما پیوستند در قسمت نخست راجبه این بحران فضاینده مرزهای جنوبی امریکا و ورود غیرقانونی مهاجرین صحبت کردیم دو دستورالعملی رو که کابینه آقای بایدن داده در می 2023 و جون 2024 که محدود کرده امکان اعطای پناهندگی رو به کسانی که بدون اجازه قبلی وارد امریکا میشن که بحث کردیم که تقریبا مقررات بیهوده و بیحاصل و بیفایده ای خواهد بود هرچند که در دادگاه ها هم مورد چلنج و مبارزه چالش قرار گرفته و به نظر میرسه که خیلی نقشی در کاهش مهاجرین غیرقانونی نداشته باشه و همطور عرض کردم که از تاریخ پنجم جون امسال بیش از 92 هزار نفر از امریکا اخراج شدند. ولی همین معادل همین مقدار یا حتی بیشتر وارد شدن و مستقر شدن یا در خاک امریکا پخش شدن یا در بعضی از بازداشتگاه ها هستن و مسئله جالب دیگه که ما فرصت نکردیم در قسمت نخست صحبت کنیم مسئله پارول هست حالا در شرایطی که دولت امریکا اصولا امریکا چرا امریکا شد چرا بزرگ شد چرا قوی شد برای اینکه با امکاناتی که از لحاظ قانونی و اجتماعی و سیاسی فراهم کرده بود بهترین مغزها بهترین سرمایه ها بهترین افراد جذب می شدن و می آمدن هر کس که ناراضی بود از وضعیت خودش در کشور خودش و این یک امریکا رو مثل گلستانی که گلهای رنگ رنگ از همه جا بودن و بهترین استعدادها شکوفا شد حالا یکی از سیاست که من نمیدونم درسته یا غلطه ولی خیلی کانتروورشال از خیلی بحثنگیز دولت آقای بایدن اینه که موافقت کردن که پارول بدن یعنی اجازه ورود بدن به اطباع نه مثلا سوئیس و فرانسه و آلمان و کشورهای پیشرفته تر بلکه به کشورهای مثل کوبا، هایتی، نیکاراگوه و ونزوئلا و به اینها اجازه بدن افرادی که ناراضی از اون مندگت به راحتی وارد امریکا بشن بدون و در از ژانویه 2023 تا الان طبق آمار خود دولت امریکا 520 هزار یعنی بیش از نیم میلیون نفر از این کشورها وارد امریکا شدن خیلی یعنی ایلیگال یا اینکه نه نه اجازه دادن که اجازه دادن بعدم میذارن اینجا بهشون مجوز کار میدن که بتونن بمونن و کار کنن یعنی فقط به خصوص این چهار تا کشور فقط به خصوص این چهار تا کشور و دلیلشون چیه چی دلیل میارن این هم جزء سوالای 64000 بود. فکر می‌کنم فکر می‌کنم چون یه دوره خیلی سخت گیری شده بود نسبت به تبعی این کشورها که نذاشته بودن بیان و در جهت اینکه جبرانش بکنن حالا این مزیت رو دوباره برگرد نه این استدلال رو میکنن خیلی ها و خودشون هم میگن یکی از دلایل میگن که ما چون خیلی از اطباع این کشورها رو که کریمینال بودن یا غی... مجرم بودن در اینجا اخراج کردیم و باعث شد که در اون اینا برن در کشور خودشون شروع کنن به تبهکاری و نظم اونجا رو به هم ریختن حالا ما اجازه میدیم که دوباره برگردن به امریکا ولی اینجا رو به چلو ساله برای ها دارن سخت گیری میکنن چرا برای ایرانیا قرار نمیذارن با... الان اه... و خب یکی از عجب. یکی از طبعات فاسد این سختگیری هایی که کردن در مورد همین ایران هموطنان خود ما مجبور شدن که برای اینکه ویزا بگیرن یا بیان انواع و اقسام دروغ یا خلاف یا مدارک, واهی ارائه ده. کنند و اینها من <تصفح> <تصفح> یادم در یک سفری در آلمان با کنسول امریکا در فرانکفورت صحبت کردیم اوائل یعنی سه چهار سال اول انقلاب بود که اینا ویزا نمیدادن و به کنسول گفتم شما چرا به ایرانی ها ویزا نمیدید آخه چرا اینقدر سخت گیری میکنید گفت برای اینکه ما باورشون نمی کنیم مم. یعنی اگر من به یک ایرانی بگم مثلا خودش مثال زد گفت ایرانی آمده بود گفت که گفتم مدارکت کافی نیست گفت چه مدارکی بیارم کافیه حالا از کنسول میپرسه میگه منم به شوخی گفتم اگر تو مدرک ده تا کامیون نشون بدی که داری در ایران من بهت میدم گفت تا بعد از ظهر به من مدارکشو رو گفت من باورش رو نمی کنم اگر بگم مدرک مالکیت کاخ سفیدم بیارید میان میدن و به همین دلیل خب از اون طرف هم این فرایند این سخگیری دیگه برای اینکه ملتی که به سطوح آمده و چاره دیگه ای نداره جز اینکه به هر طریقی بخواد از لابلای این قوانین و مقرارات رد بشه نه متاسفانه بله خیلی بحرانه <تص> شما عمیقیه. شما نظرتون چه شما اگر وزیر خیلی هم بهشون میاد هر وزیر بگیر به بهشون میاد <applause> <applause> اصلا وزیرم از من سوال نکنم وزیر <applause> کشور بودید بود. یا وزیر هوملند سکیوریتی امنیت داخلی بودید چه میکردید واقعا خب به شما یه حقوق دارین دیگه رای حل چیه؟ آه آه. آه آه از من نپرسین چون من خیلی سریکتم نده. حالا بگیم سیستم هم نه من اگر بودم اولا خیلی رعایت بیشتر میکردم و مطمئن بشم که کی وارد کی وارد میشه که میره خیلی بیشتر انفاسایز میدادم که مثلا همه چی قانونن بره که بدونی کی داره میاد کی داره میره چه کار میکنن و خب هیچ کشوری رو تجویز نمی یعنی فرق نمیذاشتم مثلا به قول شما چرا این چهار رو میذارن ایرانو نمیذارن بالاخره هر کشوری خوب داره بد داره ولی اگر از اول هر کسی میاد و قشنگ مانیتور میکردم دیگه احتیاجی نبود که فرق بذارم بین کشورا چون اون شخص رو داشتم میدیدم کی میاد نه اینکه کی داره چه کشوری میاد یه مسئله هم هست چرا ما این مشکلات رو عمدتا در مرزهای شمالی امریکا نداریم برای اینکه کشوری مثل کانادا دنست. هم مرزه دنست. و ملت متمدنیان ملت خیلی آزاد رفت و راحتتره رفت ولی تمام مشکلات من مرزهای های جنوبیه خب به نظر من به خاطر اینکه شمالی کشورهای خوبی آدمایی آدم که توش هستن راضی و اینا این کشورهای جنوبیه که همشون خیلی پرابلم دارن میخوان همشون در برن کانادا مثل امریکا کشور خوبیه برای زندگی همه چی قانون دارن پیش رفتن. هم قانون دارن همین که پیشرفتن تکنولوژیشون همه چیزشون مرتبن، سکیوریتی دارن این کشورهای جنوبیه که بعدش هم متاسفانه حالا من نمیخوام خیلیا که کار غیرقانونی میکنن میان بیرون بله درسته. درسته ولی خاطرتون اگر باشه یه دوره تو دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ اومدن گفتن که ما اصلا حتی سهمیه ویزای خانوادگی رو میخوایم کم بکنیم سهمیه رو بدیم به کسایی که مثلا مغز متخ... متخصصی و تجربه و... فکر و... و چیزی دارن که بتونه برای کشور امریکا برای منافع ملی کشور امریکا ارزنده باشه و توی دوره هم اجراش کردن یعنی حتی کسایی که قانونی از طریق خانوادگی میخواستن بیان و سهمیه ویزاشون رو یکم محدودتر کردن دادنش به کسایی که حالا توی رشته خودشون توی گرایش خودشون یا تحصیلات علمی بالایی داشتن یا یک تخصصی داشتن که به نفع مردم کشور امریکا بود حتی توی اوایل دوره کرونا اگر که یادتون باشه یک قانونایی آوردن برای کسایی که به کادر پزشکی کمک میکردن که من توی یکی از شکایت هایی به کنسولگری ابوظبی داشتم بهشون گفتم چرا انقدر ایرانی ها رو معتل نگه میداری در دادگاه فدرال شکایت کرده بودم از اون کنسولگری و من گفتم به این خاطر که الان اولویت اول ما کسایی هستش که هلت کر یعنی کسایی که میتونن به سیستم بهداشتی و پزشکی کشور ما کمک بکنن به همین خاطر الان اولویت رو ما نمیتونیم بزنیم به تبعی کشور ایران یعنی میخوام بگم این سیاست ها اومد داشت جاش هم پیدا میکرد ولی متاسفانه بعد دیدیم توی دوره ریاست جمهوری آقای بایدن بله اصلا همش از بین رفت در اون زمانی که اشاره میفرمایید مدت ها بحث در راهروهای اداره ایمیگریشن این بود که مثلا مسئله خواهر و برادر گرفتن گرین کارت سری خواهر و برادر رو حذف کنن یا بچه ها برای پدر و مادر رو حذف کنن برای این گفتن معمولا پدر و مادرها در سنی هستن که دیگه سن سازندگی اقتصادیشون گذشته و اگر بیان در امریکا فقط باید استفاده کنن از مالیات دهنده ها و در واقع سرباری بشن بر جامعه آه. امریکا و به جای این سهمیه ای که ما گذاشتیم برای خواهر و برادر یا افراد مسن بیایم اینو به جوونا بدیم که تاثیر کردن و یا سرمایه دارن یا امکانات کمک رسانی دارن به دولت چند دو سه سالی هم این بحث مطرح بود در ولی ناگهان تموم شد البته میدونین دکتر یه مقدارش هم خب قانون اساسی اگر که میشه میگه اعضای خانواده باید بتونن امکان این رو داشته باشن که در کنار هم زندگی کنن خب شاید یه ذره بگیم پدر و مادر رو حذف کردن از این دایره سخت بوده باشه براشون ولی همون موقع اگر خاطرتون باشه کسی نمیگفت حذفش کنین از این مزیت میگفت مثل کانادا باشه یعنی یک ویزای پنج ساله یا یک ویزای ده ساله بهشون بدین که بتونن بیان ویزیت کنن هر موقع میخوان شرایطش هم راحت تر باشه مثل گرفتن گرین کارت نباشه که حالا مجبور باشن هر حتما شش ماهی بار بیان مم. یا حتی اگر برای اینکه بخوای تقاضا بکنی مجبور بشی یک تمکن مالی نشون بدی یه مقدار شرایط راحت‌تری باشه ولی باز تمام ده ده پدر و مادرهای ایرانی هم یا مثل خیلی از کشورهای دیگه خیلی آمادگی یا علاقه آمدن به موندن ندارن میخوان میاد بچه رو ببینن دارم. و برگردن ولی چون ویزا راحت نمیدید مجبورن برن گرین کارت دارم. بگیرن و وقتی گرین کارت بگیرن اگر یه مدت نیان از بین میره بنابراین مجبورن هی بیان و برن و به زحمت برن سیتیزن بشن که دیگه اصلا نیان راحت بتونن نیان <applause> <applause> ولی ده. من ده، حالا این سوال یه چیزی یادم افتاد این کشورهای دیگه جالبه مثلا اینجایی که اینجا دنیا بیاد ده. سیتیزنه ده. و ما میدونیم اینا مثلا از چین و اینا اگر شما نشون میدن شوخی میکنن البته ولی ده. درسته هواپیما نشون بدن نصف آدمایی که تو هواپیما زنای چینی حامله نو این بله. این میان اینجا دم مرز قبل میمونن بچهشون اینجا دنیا میارن که بعدا اونها اپلای براشون بکنن حالا جالبه برای من اگه مثلا یه موقع پیش بیاد که با کسی صحبت کنیم از کشورهای دیگه مثل دوست شما این مثلا کشورهای دیگه چجوریه اونجا هم هر کی دنیا بیاد اتوماتیک سیتیزن اونجا میشه نه, نه. در بله. می ده از حقوق بین الملل ما دو سیستم داریم سیستم خاک و سیستم خون کشورهایی که سیستم خون رو دارن یعنی صحیح. از طریق پدر و مادر و اینا شما از لحاظ تابعیت تابعیت اون کشور میگیرید که پدرتون چی شده خاک تابعیت اون کشوری میگی که در اونجا متولد شدید امریکا خاکه امریکا سیستم خاکه ایران سیستم خونه, خونه. مثلا شما ای در ایران متولد بشید تبع ایران لزومن نیستید به همین خاطره که کسانی که مثلا تبعی کشور افغانستان در ایران به دنیا میان متاسفانه نمیتونن تابعیت ایران رو به راحتی جالب بیدن. من نمیدونستم ولی جالب ولی خب این این هست خیلی ها که مثلا حاملا این خیلی هست اومایگه میان که فقط اینجا بچه شما دنیا اصلا از بیمارستان مثل هتل درست کردن ظاهرا هتل این خانم های چینی رو میارن در این هتل ها 6 ماه بس پانسیون میکنن بذار حتی از اونجا بیرون هم نمیاد همه امکانات رو در اختیارشون چون وقتی باید اینا میتونن ویزا بگیرن و سوار هواپیما بشن که معلوم نباشه که بار دارن چون اگه باشه سوارشون نمیکنن خب پس بعد ماهگی اینا رو میارن پانسیون میکنن چرا سوارشون میکنن اگر, اگر... ما پیمار... که نمیاد مانیتور کنه نه. ببینه که چند اگر ویزا نمیدن نمی ویزا نمیدن ویزای ورود نمیدن نمی ولی در مورد تبعیه چاق باشه در مورد کسایی که از کشورهای عربی میان یک مدتی این قضیه خیلی باب بود مخصوصا در ایالت کالیفرنیا که به کسایی که مثلا باردار هستن دولت بیمه امرجنسی میده و چون اینجا میتونن بدون, بدون هیچ حزینه هم زایمان بکنن و بچهشون رو ببرن کشور خودشون خیلی این قضیه مشکل شده بود برای کسایی که برای دولت ایالتی و دولت فدرال یعنی آه. هی دنبال میگشتن که ببینن چه کادرهایی دارن به اینا کمک میکنن که اینا انقدر راحت بتونن از این مزایا استفاده ببرن آره ولی خب ایلیگال نیست مگه ایلیگال اون کسایی که به اینا کمک میکردن بیان اینجا اگه با... یه باندی باشه که برنامه بکنه برای کسایی که بیان اینجا فقط بچهشون رو دنیا بیارن مزایای دولتی استفاده کنن آره و هر از گاهی هم یکی دو تا از این سازمان ها لو میرن و افراد به زندان میفتن ولی خب بسیار خب چون لوکرتی خیلی درآمد داره و بله. به همین دلیل ولی حالا چینی ها اینه که لاغت از کتگوری خاربردر استفاده نمی آره <تصفح> آره. دیگه <applause> حالا من یه دونه بیارم خب شاید بیشتر میارم میخوام میان اینجا که بیشتر بیارن از یه دونه تو چین دقیقا یکی از دلال اصلا شما اگر مثلا برای چینیا بخواید وکالت بکنید که بخواد پناهندگی بگیرن یکی از دلایلش اینه که من آزادی تولید مثل ندارم در مهم. چین و دلم میخواد که مثلا فرزان بیشتر داشته باشم یا بعضی از محدودیت ها که برای دخترها میدونید که در چین در البته قبیله های خود عقب افتاده تر دختر بچه ها رو پاشون رو در یک کفش های خیلی تنگ می که که سخونا بشکنی آه. که این بزرگ نشه آه. چون پای کوچیک علامت ولی الان جن... نمیکنن این چیز قدیمیه می کنن وای الان خود در یک مملکت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر اینقدر شهرک های کوچیک و قبیله ها و قومایی هستن که حتما این چیزا رایج هست. خب مثل خیلی جاهای دیگه دنیا مثل افریقا و اینا هنوز یه کارایی میکنن که مثلا دخترارم چی میگن چی خط نمیکنن بعضیا بله اون از هست. اتفاقا جالبه چون میدونید یکی از پنج دلیل پناهندگی در امریکا و در این هشت کشور متمدنی که به کنوانسیون ویان پیوستن عضویت در یک گروه اجتماعی خاصه Membership این پرتیکولار سوشال گروپ هست به سلام و خب حالا چه گروهی من بیان بگم کجا از کشورهای افریقایی مسلمون که دخترها رو در بچگی اون بلا رو سرشون میارن اینا میتونن بیان به عنوان عضویت در یک گروهی که گروه دخترها در این جامعه دچار تبعیض و آزار هستند و به صلاح نقص عضو پیدا کنن حالا ما در ایران چنین چیزی نداشتیم به طور کلی و همیشه ما در دادگاه های امریکا مواجه بودیم با این مسئله که اگر میگفتیم این دختر ایرانی یکی از دلایل تقاضای پناهندگیش عضویت در گروه خاصه میگفتن چه گروهی دخترای ایرانی هم مثل بقیه هن. ولی بعد از قضیه محسا امینی و زن زندگی آزادی این شناخته شد من اخیرا در چند دادگاه وقتی قاضی پرسید که ایشون عضو چه گروهیه گفتم گروه محسا و همون آن جاج کامپیوتر شده دیگه سرچ میکرد و میدید که بعد زن زندگی آزادی اینا و قبول میکردن چه یعنی هم... از بعد از این جنبش خیلی سیستم حقوقی کشور امریکا در امور مهاجرتی من فکر خیلی شناختشون بیشتر شد نسبت به چیزایی که ما مطرح میکردیم صد چون تا قبلش خیلی براشون ملموس نبود صد درصد خب من با سپاس از شما عزیزان خانم النا مبتاهی خانم هنا روح بخش و من هم ارادتمند شما سیروس مشکی خوشوختم که در خدمتتون بودیم و از کارگردان های فنی برنامه عزیزانی که پشت صحنه زحمت میکشند و این برنامه رو تهیه میکنن و به نظر شما گذاری سپاسگزاری میکنم و به امید دیدار شما و همکاران گرامی در هفته و هفته آینده خواهیم بود روز و روزگار بر شما خوش همبستگی حقوق دانان همبستگی یعنی تقدیم می کند همبستگی و اتحاد کارشناسان و متخصصان برای هدفی مشترک برای اعلام همبستگی تخصصی خود با ما تماس حاصل فرمایید به اتفاق جهان می توان گرفت